سلام دوستان گلم به کانال پی آی پی آر مین، خیلی خوش اومدید. کی میخواد بدونه گرافیک واقعی جی تی ای 6 چه شکلی خواهد بود توی رانندگی؟ اگه میخواید به این جواب برسید حتما تا آخر ویدیو من رو همراهی بکنید. خب آمادید؟ 1 2 3. او مای گاد، اصلا این چیه بچه؟ این ماده گرافیکی جی تی ای 5 که 99% اومدن شبیه سازی کردن با جی تی ای 6. از چه طریقی شبیه سازی کردن؟ کد نویسی و کارهای گرافیکی. اومدن چیکار کردن؟ اون گیم پلی هایی که توسط راکستار اومده بیرون، اینا رو آوردن پیش همدیگه چیدن، یعنی 99% مطابقت داره با جی تی ای 6. حالا تجربه رانندگیش، این چیزی که الان قراره با هم دیگه ببینیم، یعنی 99% شبیه و کپی پیست جی تی ای 6 توی رانندگی و دنیای واقعی، ری تریسینگش، تکسچر کوالیتی هاش و همه تکسچر هایی که میبینید 99% کپی برابر اصله. بریم با هم دیگه ببینیم. وای، اول شخصش که انگار خودت بیرونی و یه دونه فقط دوربین اینجا زدی که حتی از اون دوربین های گوپرو زدی و داری واقعا ماشین خودتو نگاه میکنی. اصلا سینماتیک در حد اعلا. اوه مای گاد، سینه ماشین آن تا. ببینید تکسچرهای ریزی که توی ماشین میبینید، انگار دوربین گوپرو وصل کردید و رفتید توی واقعا بنز. اصلا شما ری تریسینگی که اضافه شده به این ماشین، دقت بکنید، اصلا ری تریسینگ زمین، چه کامپیوتری تونسته اینو رندر بکنه؟ اصلا پردازش کردن این کار هیچ کامپیوتری نیست. ببینید دونه به دونه شیشه های اون پنجره ها، نگاه کنید پشمام. ببینید دونه به دونه پنجره های این ساختمون رو اگه نگاه بکنید، انعکاس ری تریسینگ داره دونه به دونه دونه به دونه. نگاه کنید، وای، یعنی قرار این جی تی 6 باشه؟ واقعا دور از باوره. اصلا اوکی، این جی تی 6ه، قرار چه شکلی روی سریز اس اجرا بشه؟ این نظر خودتونه توی کامنت ها به من بگید که آیا جی تی 6 میتونه سی اف پی اس 2K روی سریز S اجرا بشه یا نه، یا همون داشتاد CFPS خواهد بود. اینو برام حتما بنویسید توی کپشن، با تجربه این که GTA 5 خودش 900p 60fps میتونه روی سریز S اجرا بشه. با توجه به این یه سبک سنگین بکنید و پشمها و موهای زائد من. سوال دیگه، فورزا هورایزن 5 یا این؟ به نظر شما 4 ترافلاپس سریز اس میتونه این رو رندر بکنه؟ اینی که الان مطمئنم با RTX 4090 Ti تازه تونسته CFPS بده. گیم پلی که میبینید 1080ه، تازه 4K نیست، این گرافیک و کیفیت رو داره به ما میده. پشمام، جنگلش اینن جنگل فورزا هورایزن 5، اینن. اصلا چه کار واقعا سختیه بیای ماده گرافیکی برای بازی بدی بیرون. چراغ‌های این ماشین رو دقت بکنید، خود گرافیک و تکسچرهای توی چراغ رو اگه دقت بکنید، خودش داره جدا از اینکه نور لامپش داره منعکس میشه، توی چراغ داره ری تریسینگ انعکاس بیرون رو میده بیرون، یعنی به شما نشون میده. واقعا واقعا پشمریزونه. او مای گاد، شیپ ماشین رو ببینید، قشنگ گرافیک فورزا هورایزن 5 و وایه اختلاف خیلی خیلی بزرگ. آقا این هر دوتاشون
اوپن ورلدن، خب به قول بعضی اوپن ورلد، حالا کاری ندارم. این هر دوتاشون جهان بازن، هر دوتاشون خیلی فشار میارن به ایکس باکس سریز اس، ولی چرا جی تی ای همیشه سنگین تر از بازی های دیگه است؟ اینو اگه بتونی جوابشو توی کامنت درست بهم بگید، یه گیم پس یک ماه از من جایزه میگیرید توی کانالی که همون توی کامنت ها براتون پین میکنم. به من پیام بدید، البته خودم اصلا به شما پیام میدم، میگم که برنده گیم پس شدید، حتما ببینم کی میتونه درست جواب بده. این بک فایر ها رو کجای دلم بذارم؟ این دودی که از اگزوز میاد بیرون، پشمام آسمون رو ببینید بچه ها. اینی که الان میبینید قشنگ جی تی ای 6ه، فکر نکنه جی تی ای 5 با ماده گرافیکی، چون گفتن که این 99% جی تی ای 6 هست، یعنی بدون اغراق. ببینید یه راهنمای کوچیک میکنم، الان ویچر هم اوپن ورلده، جی تی هم اوپن ورلده، ولی فورزا هورایزن هم اوپن ورلده. چرا ویچر و جی تی ای سنگین تر از بازی های دیگه هستن؟ این رو یکی به من جواب درست بده و این سوال این قسمت از ویدیو من خواهد بود. جوابش اگه درست باشه بهتون گیم پس یک ماه جایزه میدم. آخر ویدیو هم یه سورپرایز خیلی بزرگ براتون دارم و حتما تا آخر ویدیو من رو همراهی بکنید. آقا یکی از مشکلات بزرگ سریز اس قبلا چی بود؟ قبلا این بود که میگفتن 2K نمیتونه خیلی از بازی ها رو اجرا بکنه. الان انتظارات ما خیلی اومده پایین تر، میگیم که اوکیه آقا، تو که نمیخوای پیشکش، یه 10-80 تمیز بهمون بده. این تا کی بود؟ تا 2-3 ماه پیش. 2-3 ماه پیش میگیم آقا 10-80 هم اگه زیاد تمیز نیست، لااقل 60 FPS بهمون بده. اینجوریه یا نه؟ یعنی الان انتظاراتی که سریز اس دارها دارن، لااقل 60 FPS بهمون بده، 30 پیشکش. آقا اصلا گرافیک آنچنانی هم نمیخوایم، 60 FPS حداقل بهمون بده تو رو خدا. و الان میتونم بگم که با اومدن جی تی ای 6 بازم این انتظارات پایین تر میاد، بهتون قول میدم پایین تر میاد. وای وای وای، انعکاس ساختمون ها رو ببین، پشمام، موهای زائد بدنم رفت رفت. ری تریسینگ به هر بازی بچسبه، تو هر بازی RTX یا ری تریسینگ باشه، کل این بازی رو واقعا یه پله بالاتر میبره. من اینو بهتون قول میدم. پشمام، فقط میتونم بگم پشمام. ولی خوش به حال اونایی که سریز ایکس خریدن و دیگه خیال خودشون راحت کردن از بابت گرافیک FPS اینا، و خیالمون راحت روی سریز ایکس، نهایت حد خودش رو میتونه پردازش بکنه. در مورد PS5 Pro یه ویدیو جداگونه حتما براتون میذارم و بیشتر بهتون معرفی میکنم که پلیستیشن پرو اصلا چی هستش و قراره چقدر قوی تر باشه از سریز ایکس. قطعا قوی تره، ولی اینکه چقدر قوی تره حتما بهتون میگم به صورت کامل و جداگونه. یه ویدیو براتون حتما میذارم توی کانال، چه به صورت شورت ویدیو چه به صورت یه پست کامل. آقا این گرافیک جی تی 6ه، چیزیه که مطمئنم وقتی بیاد هممون رو به وجد میاره. این فقط قسمت رانندگیشه، ای کاش یه کوچولو هم از تیراندازی و سیستم فایتینگ و ایناش هم برا ما شبیه سازی میکردن. به محض اینکه ویدیو اونم بیاد بیرون، اونم براتون ریاکشن حتما میرم. نظر واقعی خودتون در این مورد بهم بگید. سورپرایزی که میخواستم بهتون بگم همین الان قراره بهتون بگم. آقا من یه دونه آنلاین شاپ زدم توی اینستاگرام و کارهای گجت های هوشمند
گوشی و تبلت و هر چیزی که توی ایران موجود نیست و توی ترکیه موجود هست رو اونجا براتون میذارم و موجود میکنم به اسم PIP هاوین. این زیر براتون مینویسم، حتما حتما برید فالو بکنید توی اینستاگرام و خبرهای خوبی در راهه و قطعا سورپرایز میشید. دم همتون گرم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم و پیس اوت.